پس از تایید شدن خبر جان باختن یحیی سنوار رهبر حماس، گمان زنی ها درباره جانشینی او و آینده این جنبش افزایش یافته است. خلیل الحیه، معاون سنوار و رئیس هیئت مذاکره کننده آتش بس با اسرائیل، از گزینه های اصلی جانشینی است. همچنین خالد مشعل، موسی ابو مرزوق، ظاهر جبارین و محمد اسماعیل درویش نیز از دیگر نامزدهای احتمالی هستند. تحلیلگران معتقدند که این تحولات نه تنها بر ساختار داخلی حماس تأثیر می‌گذارد، بلکه می‌تواند روابط این جنبش با متحدانش و مذاکرات آتش بس با اسرائیل را نیز تحت تأثیر قرار دهد. آینده حماس در سایه این تغییرات با ابهامات فراوانی روبروست. سید علی شریفی نژاد، خبرنگار میدانی و مستندساز از بیروت با ماست. سلام، وقتتون بخیر. آقای شریفی نژاد، لطفاً با توجه به ترور پرشتاب رهبران حزب الله و حماس از سوی اسرائیل، پیش بینی شما از آینده این دو گروه نیابتی حامی ایران و سایر گروه‌های نیابتی چیست؟ سلام عزیزان، خدمت شما اینگان عزیزتون. ببخشید که من در شرایط نامساعدی باید با شما صحبت بکنم. ببینید، در مورد آنچه که در مورد آینده حماس مطرح هست، باید بگم که بعد از آقای یحیی سنوار و اسماعیل هنیه باید در شورای فرماندهی سیاسی حماس اسامی مختلفی تا الان داره مطرح میشه، ولی به احتمال زیاد بین محمود زهار و محمد سنوار و عزت رشق گزینه‌هایی هستن که نزدیکترین گزینه ها به شورای سیاسی و مذاکرات آینده گروگان ها در حماس میتونن گزینه بعدی یحیی سنوار، یعنی جانشین یحیی سنوار باشه. اما در مورد حزب الله، شورای سیاسی حزب الله، آنچه که در آخرین بیانیه که دیروز به عنوان تسلیت بابت کشته شدن یحیی سنوار فرستاده شد، به عنوان بیانیه رهبری حزب الله مطرح شد، یعنی اینکه شورای سیاسی رهبر خودش رو تعیین کرده، دبیرکل معلوم شده و در روزهای آینده دبیرکل به طور رسمی و انظار عمومی میاد، که بعضی از صاحب نظران در لبنان میگن که دبیرکل آینده حزب الله آقای شیخ صفی‌الدین است، که برخلاف اظهارات اسرائیل که گفتن ایشون رو ترور کردن، ولی آنچه که محافل خبری و محافل داخلی در لبنان میگن، شیخ صفی‌الدین ممکنه در روزهای آینده در تلویزیون ظاهر بشه و همون کاری که سید حسن نصرالله در روز 22 جنگ در سال 2006 انجام داد رو در روزهای آینده همون ترتیب رو شیخ صفی‌الدین انجام بده. و آینده حماس و حزب الله منوط به آینده این جنگ است، و این جنگ تا زمانی که دو تفکر ارهابی و بنیادگرایانه اسرائیل در منطقه وجود داره، به نظر من این جنگ ادامه خواهد داد و این گروه ها هم هستن. بله، ممنونم از شما. سید علی شریفی نژاد، خبرنگار میدانی و مستندساز از بیروت.